فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نویسنده اسپانیایی بود. اون همچنین نقاش و نوازنده پیانو و آهنگساز نیز بود. اون یکی از اعضای گروه نسل 27 هم بود. فدریکو به تاریخ 5 ژوئن 1898 توی دهکده‌ای در 16 کیلومتری شمال شرقی شهر گرانادایا یا قرناطه زاده شد. جایی که کوه سیرا نوادا با اون قله برفیش هنوز خودنمایی میکنه. قله‌ای که لورکا مبهوتش بود. مادرش هنرمندی متشخص و فرهیخته بود و پدرش فئودالی مرفه. کودکی لورکا توی روستای گرانادا گذشت. شهری که روزگاری پایتخت باستانی اسپانیا بود. شهری مملو از افسانه‌های کولی‌ها و نغمه‌های کهن و فرهنگ اندلوسی. فدریکو لورکا در کودکی دچار فلج اطفال شد و تا 4 سالگی هم درگیر این بیماری بود. اون نمیتونست مثل بقیه کودکان بازی کنه و همین محدودیت باعث شده بود اون به داستان‌ها و آوازهای کولیان علاقه زیادی پیدا کنه. لورکای خردسال حتی قبل از سخن گفتن ملودی این آوازا رو زمزمه میکرد و این همون فرهنگ کولیان اسپانیا بود که بعدها توی شعراش هم منعکس شد. با شروع تحصیلات ابتدایی لورکا، خانوادش به گرانادا نقل مکان میکنن و لورکا تا زمان ورودش به دانشگاه توی اون شهر میمونه. اون توسط مادرش که نوازنده پیانو بود با موسیقی آشنا شد و نواختن پیانو و گیتار رو فرا گرفت تا حدی که همه اونو یکی از بزرگان موسیقی اسپانیا در آینده می دونستن. اما دیری نپایید که از موسیقی روگردان شد و علت اونم در گذشت معلم پیانوش در سال 1916 بود و باعث شد روح لطیف و طبع شاعرانه لورکا دچار غمی عمیق و تلخ بشه. در گرانادا با توجه به محیط و شرایط و طبقه اجتماعی خانوادش از آموزش مناسبی برخوردار می شد. اون در دانشگاه‌های گرانادا و مادرید تحصیل می کنه و اگرچه تحصیلاتش رو نیمه تمام رها می کنه، اما اقامت توی خوابگاه دانشگاه به اون این فرصت رو میده که با اندیشه های جدید روزگار خودش آشنا بشه. ورود به محفل مادرید و جلسات رستوران معروف آلامودا مسبب آشنایی اون با سورئالیسم و افرادی چون لوی آراگون و سالوادور دالی شد. کسایی که بعدها تبدیل به سردمداران مکتب سورئالیسم توی عرصه‌های مختلف هنر و ادبیات شدند. اون همچنین با لوئیس بونوئل روابط خاصی داشت. بونوئل بعدها بزرگترین فیلمساز سورئالیست شد. لورکا توی همین دوران با پیکاسو و اندیشه‌های کوبیسم نیز آشنا شد. بونوئل بعدها درباره این دوران میگه: من یک قهرمان پرزرق و برق و توخالی بودم و این لورکا بود که این پیرایه ها را از من پاک کرد. توی دانشگاه مادرید بود که با افکار لیبرالی آشنا میشه و اولین سرودهاش رو میسراید. دوستی با شاعران و هنرمندان پیشروی مثل رافائل آلبرتی و پیدرو سالیناس هم به اون دوران دانشگاه مادرید برمیگرده. لورکا توی همون دوران هم شخصی تاثیرگذار بود، به طوری که خوان رامون خومینز وقتی در سال 1956 جایزه نوبل برنده شد، از تاثیر لورکا بر خودش صحبت‌هایی کرد. شعرهای لورکا بر سر زبان‌ها افتاد و توی همون دوره بود که با نسل طلایی فرهنگ اسپانیا آشنا شد. لورکا نه تنها جهانی ترین شاعر اسپانیا است، بلکه نماد جهانی اسپانیا و به ویژه آندلس محسوب میشه. اشعار اون پورتری زنده و ذاتاً شاعرانه از این منطقه جذاب رو ترسیم میکنه. با مناظر بی‌نظیر باغ‌های زیتون و درختان انجیر، شب‌های مهتابی اون بین دیوارهای سفید پوش و برج‌های مور، گاوبازان و مهمتر از همه، کلی‌هایش با پرسه زدن‌های آزادانه‌شان و سمبل‌های شدید زندگی و دوست داشتنشان. پابلو نرودا، شاعر شیلیایی، درباره دوستش لورکا می‌نویسد: هیچ وقت ندیدم که لطف و نبوغ، یک قلب بالدار و یک آبشار بلورین در هر کس دیگری آنطور که در او جمع شده باشد. با این حال، در پشت آن آبشار درخشان، لورکا در دنیای درونی شکننده و در پناه سایه‌ای زندگی می کرد. به عنوان یه مرد همجنسگرا توی یه جامعه همجنسگرا حراسی استوار، اون هیچ وقت نتونست خود واقعیشو با همه پیچیدگی‌هاش بیان کنه. درد اون به اشعار پر اشتیاق مالی خولیایی و تراژدی های صحنه ای از عشق به طرز فاجعه بار شکست خورده دامن زد. با این حال، اگر کشوری که لورکا را خلق کرده بود
در طول زندگیش او را نپذیرفت، اما این مانع از آن نشد که اسپانیا را تا آخرین ذره های انگیزش گرامی بدارد. لورکا پژوهش هایی را توی فلسفه و حقوق که رشته های تحصیلیش بودن داشت، هرچند این پژوهش ها توی همین محدوده نموند و کم کم به مطالعه آثار نویسندگان بزرگ روی آورد. علل خصوص پیروان جنبش 98، نویسندگانی مثل ماچادو و آسورین. اون همچنین با شاعران معاصر کشورش هم مثل روبنداریو آشنا شد. اون به مطالعه نمایشنامه‌های کلاسیک یونانی هم پرداخت و همه اینها از اون شاعری با ذهنی خلاق و قلمی توانمند و اندیشه‌ای عمیق ساخت. اولین کتاب لورکا نثری به نام باورها و چشم‌اندازها بود که به سال 1918 در گرانادا به چاپ رسید. بعد از اون اولین نمایشنامه‌اش رو که دوران نحس پروانه‌ها بود و نوشت و روی صحنه برد که توی اسپانیای 1920 چندان مورد استقبال قرار نگرفت. سال بعدش 1921 کتاب اشعار که نخستین مجموعه شعرش بود رو منتشر میکنه. لورکا سال 1922 به همراه مانوئل دفایا جشنواره ای رو به اسم کانت خوندو برگزار میکنه که تلفیقی بود از افسانه ها و رقص و آوازهای کلیان اسپانیا. توی اون سالها فرهنگ کلی و فلامنکو میرفت تا به دست فراموشی سپرده بشه. 5 سال بعد مجموعه ترانه ها رو چاپ کرد و نمایشنامه‌ای به نام ماریانا پیدارو که با الهام از زندگی یه زن جمهوری خواه نوشته شده بود رو روی صحنه برد. این زن حساس و عاشق آندلسی رو در شرایط سیاسی که از موقعیت اون زمان کشورش برمیخیزد فدای عشق میکنه. همون سال 1927 یه نمایشگاهی از نقاشی‌هاش توی بارسلونا در مرکز فرهنگ کاتالونی برگزار می‌کنه. لورکا نقاشی‌هاش هم سرشار از فرهنگ کلی اسپانیایی بود. ترکیبی از افسانه‌های پریان و غول‌ها و پرنده‌های چند سر، جنگ ابدی خیر و شر و داوری سرنوشت و اقبال. یک سال بعد بود که کتاب محبوبش یعنی آوازهای کلی رو منتشر کرد. کتابی که به زعم بسیاری بهترین اثر اونه، شامل اشعاری عاشقانه که بین 1924 تا 1927 نوشته شده. بعد از انتشار آوازهای کلی بود که نگاه‌ها به سمت فدریکو جلب شد و مخاطبانش به اون لقب شاعر کلی دادن. توی این کتاب اون از موسیقی تغزلی اسپانیا و زبان محاوره مردم به شیوه کوبیستی به سرایش شعراش می‌پردازه. سال 1928 بود که عروسی خون رو با الهام از خبر یه قتل نوشت. یه تراژدی درخشان که نه تنها توی اسپانیا بلکه در آرژانتین هم با موج استقبال شدیدی روبرو شد. عروسی خون یه نمایشنامه از شاهکاری سگانه بود که همه رو توی دهه 30 نوشت. دو اثر دیگه اون خانه برنارد آلبا و یرما نام دارن. در حقیقت لورکا در برابر شعرهای رومانتیک و عاشقانش در تئاتر به سراغ زندگی واقعی مردم رفته و همچنان دو یار جدایی ناپذیر عشق و مرگ رو دنبال میکنه. قهرمانهای اون زیر بار آیین و رسوم خانوادگی و سنتهای سخیرانه ای از پا در میان که امروز شاید فقط بتونیم توی کشورهای شرقی اونا رو لمس کنیم. همینه که نمایشنامه های اون تراژدی هایی هستن که با مرگ پایان میابن و با مردم ارتباط برقرار میکنن. در عروسی خون توی ماجرای عروسی کار به نزاع و قتل میرسه و توی داستان یرما شخصیت کتاب خوان کشته میشه. در خانه برنارد آلبا هم که تو آخرین روزای زندگیش کار نوشتنش رو به پایان برد، این آدلایی که باید خودش به زندگی خودش خاتمه بده. لورکا یک سال باقی مونده از دهه 20 رو توی نیویورک میگذرونه و وارد دانشگاه کلمبیا میشه تا زبان انگلیسی رو یاد بگیره. اونجا والت ویتمن رو کشف میکنه و با زندگی مردم به ویژه سیاه‌پوستا آشنا میشه. نتیجه این سفر هم کتاب شاعر در نیویورک بود که به سال 1940 یعنی بعد از مرگ شاعرش به چاپ رسید. مجموعه سرشار از همدردی با سیاهان آمریکا. اثر دیگه هم توی اون دوران نوشت که ناتموم بود. نمایشنامه شعرگونه به نام مخاطب یا مردم. بهار 1930 لورکا در پی یه دعوتنامه برای سخنرانی در هاوانا به سرزمینش برمیگرده و به تعبیر خودش خسته از زندگی سیاه هارلم و ریشه های فولادی آسمان خراش های نیویورک به جزیره زیبا با تلالو ابدی آفتاب پناه برد.
بعد از 2 ماه اقامت توی کوبا و خو گرفتن دوباره با فرهنگ اسپانیایی، تصمیم گرفت به آندلس برگرده و نگارش یرما رو شروع کرد. این دوره پرشور و پرتلاش از زندگی لورکا با از پا در اومدن جمهوری خواهان و جنگ های داخلی به دوره سیاهی از زندگی کشورش پیوند خورده. انگار نیروی ناشناخته، همون تقدیری که توی تراژدی‌هاش همواره از اون یاد میکرد، اونو به زادگاهش میکشونده. دوستاشونو از رفتن به گرانادا باز میدارن. میگن محیط مادرید امن‌تره و حتی برادرش بعدها گفت که اون بلیط مکزیک رو توی جیب داشت. اما شاعر هوس دیدن سرزمین مادری را دارد. او میگوید من یک شاعرم، آنها شاعرها را نمیکشند. 13 جولای اون به سرزمین دشت‌های باز و گسترده برمی‌گرده و 4 روز بعد حکومت نظامی قدرت رو در دست می‌گیره. در بازگشت به اسپانیا توی خونه پدریش در گرانادا ساکن میشه و مخاطب رو یا همون مردم رو توی جمع دوستاش می‌خونه و در زمستان در مادرید همسر حیرت‌آور رو به صحنه می‌بره. سال بعد چنین که گذشت این 5 سال رو می‌نویسه که کمی بعد از مرگش به صحنه میره و بعد از اون کتاب جدیدش به اسم ترانه های کانت خوندو رو منتشر میکنه. در ماه آوریل حکومت جمهوری توی اسپانیا اعلام موجودیت میکنه و این سبب میشه تا شاعر که تئاتر رو بیوقفه به روی مردم میگشاید بیش از پیش موفق بشه. چرا که در 1932 به نام کارگردان یه گروه تئاتر سیار که کسان اون رو بازیگران آماتور پایه‌ریزی میدادن به شهرها و روستاهای اسپانیا میرن و آثار کلاسیک و ماندگاری چون لوپ دبگا و کالدرون و غیره رو به اجرا در میارن. در زمستان همین سال 1932 عروسی خون رو توی جمع دوستاش میخونه و سال 1933 اون رو روی صحنه میبره. اجرای این تراژدی با کامیابی و استقبال بیمانندی روبرو میشه و همچنین وقتی توی همین سال شاهکارشو به آرژانتین میبره و در بوئنوس آیرس به نمایش در میاره، این کامیابی برای لورکا تکرار میشه. توی همین سفر از سپتامبر 1933 تا مارس 1934 که طرح دناروزیتا رو مینویسه. 1934 سالیه که فردریکو یرما و دیوان تاماریت رو به پایان میرسونه. یرما مثل اثر قبلیش عروسی خون، تراژدی یکی از فرهنگ روستایان آندلوس و ناامیدی ژرفشان سرچشمه میگیرد و درخشانترین جای شعر لورکا و حتی اسپانیا به همین سال است که رقم میخورد. مرثیه‌ای برای ایگناسیو سانچز مخیاس، سوگنامه‌ای که برای همیشه در تاریخ ادبیات جهان بیمانند و بیجانشین میماند. شعری جادویی برای دوستی گاوباز که مرگ دلخراش را در میدان گاوبازی در آغوش میکشد. لورکا در دوره کوتاه زندگیش خیلی کارها کرد. در کنار مجموعه های متعدد شعرها، 12 مجموعه و نمایشنامه هایش 13 عنوان، او در اواخر دهه 20 یک مجله ادبی به نام خروس را راه انداخت و در همه این سالها با برپا کردن کنفرانس ها و سمینارهای متعدد در گوشه و کنار اسپانیا درباره لالایی ها، ترانه ها و موسیقی فلامنکو، تخیل، الهام و گریز از فرهنگ کشورش می گفت. توی یه سخنرانی معروف با عنوان نمایش و تئوری که هم در بوئنوس آیرس و هم در کوبا ایراد کرد، به این اشاره کرده بود که هنرمند بزرگ بودن بستگی به آگاهی روشن از مرگ، ارتباط با وطن و باور به محدودیت شعور دارد. در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود، پسری پارچه سپید را آورد در ساعت 5 عصر. سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر. باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. این شعر با این بیت ها به پایان می رسد. در ستایش وقار او می خوانم تا با واژه ها زاری کنم و به خاطر آورم نسیم غمگینی را که در میان درختان زیتون می وزید. و این کلمات آخری به طرز عجیب و نگران کنندهی پیشگویانند. پیشگویی واقعه شوم که در راه بود. روز 18 آگوست 1936 نظامی هایی که قدرت را به دست گرفته بودند شاعر را کشتند. با توجه به اینکه لورکا عمدتاً غیر سیاسی بوده است و در بین هر دو طرف جنگ داخلی اسپانیا دوستانی داشته است، فرضیه هایی در مورد نقش حسادت همجنسگرایانه در مرگ لورکا وجود دارد.
به هر حال عده‌ای هم معتقدند مرگ او در 19 اوت 1936 نزدیک گرانادا اتفاق افتاده است. بونوئل می‌گوید شاهکار زندگی لورکا خودش بود.